سلام صبح شنبه تان بخیر در خدمت شما هستیم با برنامه همگام با جام جهانی امیدوار هستم رقابت هایی که دیشب در مرحله یک چهارم نهایی رقاب... مسابقات جام جهانی برگزار شده بود و تماشا کرده باشین از بازی نخست آغاز میکنیم بازی میان تیم های ملی فوتبال فرانسه و اوروگوا فرانسی که توانسته بود در مرحله قبلی خود حریف بزرگ مثل اه البته فرانسه در بازی قبلی خود آرژانتین شکست داده بود دیشب آمد برابر اوروگوه قرار گرفت اوروگوه یکی از هایی بود که توانسته بود پرتغال را شکست بده بازی حساسی که میان دو تیم برگزار شد در دقیقه چل رافائل واران مدافع تیم فوتبال رئال مادرید اسپانیا توانست تک گل تیم فوتبال فرانسه را در نیمی نخست به ثمر برساند اما در نیمی دوم آنتوان گریزمان آمد اختلاف به دو گل رساند و در دقیقه 61 برای تیم ملی فوتبال فرانسه گلزنی کرد یک موقعیت که در بازی ایجاد شدم بر شما یادآور شوم که درصد توپ هم 57 درصد در اختیار فرانسه بود 43 درصد در اختیار تیم فوتبال یوروگوه همچنان شوت هایی که در چارچوب زده شده بود 4 بر دو به نفع یوروگوه بود در, در کارت زردا هر دو تیم دو دو مساوی بودن و درصد پاس پاسهام هم 64 79 به نفع تیم ملی فوتبال فرانسه بود اما در بازی دوم بازی حساسی که برگزار شد رأس ساعت دو سی شب بدون شک شما بیننده بازی از طریق تلویزیون آریانا بودین بازی حساس میان تیم فوتبال برزیل و همچنان بلژیم هر دو تیم با ستاره های بزرگ خود پا به این دیدار گذاشته بودند که تیم ملی فوتبال برزیل با حساب دو بر یک مغلوب بلژیم شد در این بازی برای تیم ملی فوتبال بلژیم فرمینیو البته فرناندینیو گل به زد در دقیقه در دقیقه 13 گل به خودی بود که توسط ارسالی که شد بر روی دروازه برزیل و همچنان ویسنت کامپانی مدافع بلندبالا و تنومند باشگاه منچستر سیتی انگلستان با ضربه سر توپ پر روانه دروازه تیم فوتبال برزیل کرد که در نیمه را به شانه فرناندینیو برخورد کرد و تو به رفت به گل مبدل شد در ادامه در دقیقه سی بی کوین دی بروین دیگر بازیکن تیم فوتبال منچستر سیتی انگلستان گل دوم را به ثمر رساند تا بازی دو بر صفر به نفع بلجیم در نیمه نخست به پایان برسد در نیمه دوم رناتو آگوستو در دقیقه 76 با یک ضربه سر دروازه تیو کورتوا دروازه تیم فوتبال بلژیم باز کرد اما در ادامه با اینکه برزیل خیلی خطرناک بازی کرد حملات فوقلادی داشت روی دروازه تیم فوتبال بلژیم خصوصا مارسلو که بازیکن بزرگی است و بعد از دو بازی دوباره برگشت بود به ترتیب ترکیب تیم فوتبال سلساو اما نتانست برزیل در وقتها اضافی هم گلزنی کنه و با حساب دو بر یک مغلوب بلژیم شد بلژیم رفت به دو بعد در دور بعد هم در مرحله نیمه نهایی برابر فرانسه قرار گرفت بازی حساس فرانسه و بلژیم در تاریخ ده دای جولای برگزار خواهد شد یعنی سه روز بعد دیگر این دو تیم در مرحله نیمه نهایی به مساف یکدیگر خواهند رفت اما از خبرهایی که البته در حاشیه این دو بازی ایجاد شد آقای تیته سرمربی تیم ملی فوتبال برزیل به خبرنگاران گفت که بازی فوقلادی بود و ما هم مالکیت توپ را در اختیار داشتیم و هم موقعیت ایجاد کردیم اما بلژیک محسرتر بازی کرد و همچنان تیو کرتوا در زبان خوب و بلند بالای تیم فوتبال بلژیم هم نباید فراموش کنیم که حمل کرد فوقلادی در این بازی از خود به نمایش گذاشت در سوی مقابل مارتینس سرمربی تیم فوتبال بلژیم هم یادآور شد که بازیکنانم هم شگفت انگیز هستند آنها شجاعیت فوق ای نشان دادند حتی برای یک دقیقه هم تصور نکردم که آنها قصد تسلیم شدن دارند که بدون شک بلژیم همطور در مرحله قبل هم توانسته بود به ژاپن شکست بده زمانی که دو بر شکست خورده بود اما بازیکنانش هیچ وقت سر تسلیم فرو نآوردند و در ادامه توانستن نماینده آسیا جاپان سی بر دو شکست بدن و به مرحله بعد را پیدا کنند. اما یک خبر جالب دیگه در مورد برزیل بگوییم که چهار سال پیاپی است پی در رقابت های جام جهانی البته چهار دوره پیاپی است که در رقابت های جام جهانی تیم از مرحله یک چهارم نهایی و یا هم نیمه نهایی توسط چهار حریف اروپایی خود حذف میشه برزیل در جام جهانی 2006 در یک چهارم نهایی با یک گل مغلوب فرانسه شد چهار سال بعد در آفریقای جنوبی برزیل در یک چهارم نهایی مغلوب آلند گردید و این بار با نتیجه دو بر یک شکست خورد در جام جهانی 2014 برزیل در یک چهارم نهایی توانست کلمبیا را شکست بدهد و به نیمه نهایی برسد اما در این مرحله با نتیجه عجیب هفت بر یک مغلوب آلمان شد البته برزیلیا در خانه خود مغلوب آلمان شدند بازی که خیلی فشارا را بالای تیم فوتبال برزیل بیشتر کرد پس از اینکه آلمان از مرحله گروهی حذف گردید خیلی برزیلیا خرسند بودن از اینکه آلمان حذف شد چون او انتقام همیشه یادشان بود هر چند انتقام اونا نگرفتند مکزیک گرفت و کره جنوبی گرفت و در گروه F تیم فوتبال برزیل جرمنی را حذف کرده اما برزیلیا خرسند بودن از این نتیجه در مورد بازی های امشب و اصر امروز که برگزار میشه هم صحبت کنیم تیم ملی فوتبال روسیه میزبان به مساف کرواسیا میره روسیه در مرحله قبلی با اسپانیا یک یک مساوی کرده بود و در ضربات پنالتی اسد اسپانیا با نتیجه 4 بر 3 عبور کرده و همچنان کرواسی هم که در ضربات پنالتی سی بر دو توانست دنمارک شکست بده دیدار حساسی است که راس ساعت 10:30 امشب به وقت کابل از شبکه تلویزیون آریانا به شکل زنده تقدیمتان خواهد شد در بازی دوم هم البته سی... در بازی نخست که عصر امروز آغاز میشه سویدن و انگلستان به مساف هم میرن البته ج... البته جز... جزا بازی به این که هریکین شش گل است و آقای گل جام جهانی در حال حاضر است ببینیم که میتونه در ادامه گلزنی کنه یا خیر ضمن این که منتظرتان هستیم تا کامنت هایتان برای ما بفرستین از طریق صحفی آریانا و ما با شما در مورد بازی هایی که امشب برگزار میشه پاسخ بتیم همچنان در مورد رونالدو هم بیشتر هواداران منتظری هستند که تکلیف رونالدو چه خواهد شد دو سه روز میشه یعنی که یعنی همه ما منتظری هستیم که کریستیانو رونالدو از تیم فوتبال رئال مادرید اسپانیا جدا خواهد شد یا خیر اما ایجنت ای بازیکن تا به حال صحبت های انجام نداده با مال مالک باشگاه یوونتوس و همچنان امیدواری وجود داره که تا رونالدو با سی میلیون یعنی دستموز سی میلیون از دستمزدی که یوونتوس برش پیشنهاد کرده در رئال مادرید ماندنی شود آقای کبیر احمد هم گفتن سلام و عرض ادب خدا کنه از صحتمندی کامل برخوردار باشید و تشکر از نشر بازی های جام جهانی نصر منالای پنشیری هم همطور گفته فرانسه قهرمان جام جهانی فوتبال میشه که فرانسه در مرحله بعد باید به با مساف بلژیم قدرتمند بره که دیشب برزیل شکست داد حسیب میرزایی هم گفته سلام بازی های بعدی چی وقت برگزار میشه که امشب عصر امروز و امشب دو بازی برگزار خواهد شد و دیدار نیمه نهایی هم سی روز بعد یعنی سه جولای البته ده جولای برگزار خواهد شد آقای انور امیری گفته کرواسی قهرمان جام جهانی میشه که کرواسی اگر امشب از صد روسیه بگذره در مرحله بعد از میان سویدن و انگلستان یکی را خواهد دید و در ببینیم که یانی از صد سویدن انگلستان عبور خواهد کرد و در مرحله بعد بدون شک یا بلژیم یا فرانسه در مقابلش در دیدار نهایی حضور خواهند داشت اواداران آبیاناری های بارسلونا گفتند گفته برزیل در دقایق اول بازی چند فرصت خوبی از دست داد اما بلژیک دو فرصت برایشان پیش آمده خوب استفاده کردند و برزیل بدشانس بود بله دیشب بازی برزیل و بلژیم یعنی بیشتر توب بعد در نیمه دوم در اختیار برزیل قرار داشت حملات خطرناکی که از اردوسنت ارسال میشد اما نتونستن برازیلیا در زدن گل دوم موفق باشن و بازی را دو بر دو بسازن آقای شاهین عمر هم گفتند سلام صبح بخیر بعد از جام جهانی مسابقات لیگ های اروپایی را نشر میکنین که تا به حال معلوم نیست و ما هیچ وقت یعنی نمیخوایم رقابت ها را به شکل ای که از کدام تلویزیون دیگه کاپی کنیم و یعنی این رقم نشر کنیم ما دوست داریم که بتانیم یعنی امیر رقابت ها را خریداری کنیم بعدا مسئولین ما صحبت کنند ببینیم که ما میتونیم یعنی رقابت های اروپایی را خریداری کنیم یا خیر آقای محمد محمدی هم گفتن سلام خدمت شما در مورد برزیل باید گفت که یکی از بدترین بازی های خود را دیشب انجام داد و در نتیجه حذف شد بلژیم هم توانست با یک تیم منسجم خود را یکی از مدعیان نشان دهد بله بدون شک همه است هرچند که برزیل در نیمه دوم فوق خوب کار کرد شاهین عمر یک بار دیگر گفته اگر مسابقات لیگ های اروپایی را نشر کنین خیلی خوب میشه بله ما تلاش میکنیم که تا بتانیم رقابت های لیگ اروپایی را بعد از این نشر کنیم آقای امید عزیزی هم گفته سلام صبح شما بخیر در این جام جهانی تیم ملی هالند چطور که نبود حالا در مقدماتی جام جهانی رقابت های جام جهانی 2018 روسیه نتانست از منطقه اروپا سود کنه به این رقابت ها البته ایتالیا در مرحله پلی آف برابر سویدن شکست خورد و ایتالیا دومین غایب بزرگ از قاره اروپا در این رقابت ها به شمار می آید ابراهیم انواری گفتن سلام میشه بگوین که بیشترین پاس گل رو در جام جهانی روسیه کی داده که در حال حاضر باید من این فردا چک کنم و در خدمت شما قرار بدم اما در مورد آقای گولیخو پیشتر هم اشاره کردم که هریکین با شش گل زده صد نشین است و بازیکنان مثل رامل لوکاکو و رونالدو اینا چهار گله و پنج گله هستند آقای خادم حسین قنبری هم گفته سلام صبح شما بخیر و همچنان شاه نوید هم گفته واقعا بلژیک شایستی پیروزی بود که بله بدون شک بلژیم ما در بازی های نخست میگفتم که بالای بلژیک باید بیشتر حساب کنیم چون تیم قدرتمند و حساب شده بازی میکنه با سرمربیگری روبرت مارتینز و همچنان تیری هانری استوری تیم فوتبال فرانسه هم در نیمکت زخیره آش دارن همچنان نوید کبیری گفتن سلام بر شما گویندی موفق به نظر من فرانسه قهرمان میشه بله حالا ببینیم که فرانسه میتونه صد بلژیم بگذاره بلژیم واقعا هر دو تیم با ستاره های نوزور پا گذاشتند دیشب دیبراین بهترین بازیکن میدان انتخاب شد در سوی مقابل آنتون... آنتونیو گریزمن بازیکن اتلتیکو مادرید به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شد از یک چیز دیگر هم باید یادآور شوم که سه تیم مثل انگلستان بلژیم و فرانسه هر سه تیم تیمی هستند که یعنی کاملا متغیر شدن و با چهره های جدید بازیکنهایی که بیشتر از 26 سال سن ندارن پا به این رقابت ها گذاشتن حالا میشه یعنی ویسنت کامپانی و همچنان ورتونگین مدافعین تیم فوتبال بلژیم بگیم که سن سالشان بلندتر است اما بازیکنان دیگر واقعا با سن سال خیلی کمتر پا به رقابت های جام جهانی گذاشتند آقای شفی محمد عزیزی هم سلام فرستادن و انور امیری هم تشکر کردن از برنامه زیبای ما ضمن این که یک خبر از فوتبال داخلی هم بگیم که برای تیم ملی فوتبال 16 سال کشور هم دعا کنه امروز میره به مسافت تیم ملی فوتبال تاجیکستان ما در بازی قبلی هم بر یک برابر ازبکستان میزبان شکست خوردیم رسیدیم به پایان برنامه همگام با جام جهانی آنچه در برنامه صبح زندگی گذشت با هم تماشا میکنیم